الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. حضار گرامی، رهبران جهاد و مقاومت، خانواده های شهدا، موسفیدان قوم، جوانان، خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرارسیدن سالروز شهادت استاد شهید، شهید صلح، رهبر جهاد و مقاومت، اولین رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و مردم مجاهد افغانستان، به خانوادهشان، به همراهان و رهروانشان و به همه مردم افغانستان تسلیت به عرض می رسانم. در پایان هفته شهید عطاف دعا می کنیم بر روی همه شهدای افغانستان، قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود شهید، شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری شهید، حاجی عبدالقدیر شهید، قبندان احمد خان شهید، عبدالمطلب بیگ شهید و صدها و هزاران شهید راه خدا. جا داره که اتحاف دعا کنیم بر روی شهدایی که در حوادث روز قبل و روز پیشتر از اون در خوگیانی و در ولایت زابل به شهادت رسیدن، متاسفانه در عملیات های خودی. و یک بار دیگه تاکید میکنم به مسئولین دفاعی امنیتی که تعداد تلفات ملکی در اثر عملیات های که صورت میگیره زیاد شده، یک نفرش هم زیاد است، اما در جنگ طبعا متاسفانه قصه همیست که اشتباه صورت میگیره. اما این که هر روز ما خبر داشته باشیم، خبر بیای از هر گوشه افغانستان چه بیوزل و بیگناه خلق شهیدان شویده، و دیگه باید پوره دقت وکی. یو زلبیا تاکید کنم چه دا سبب دی پریشانی دی طول ملت دی افغانستان گرزیده لیده او اغازای ترسیده لیده چه او سم اساسی تدبیر برده کنی بلچی. استاد شهید فکر میکنم که در تاریخ افغانستان جای و جایگاه خود را ثبت کرد و ضرورت به معرفی هم نداره. یک رهبر فرزانه، یک عالم بی‌بدیل، یک مجاهد سابقه دار و نامدار، یک سیاستمدار با حوصله، بردبار، دوراندیش که بیشتر از نیم قرن از عمر خود وقف مبارزه در راه خدا کرد و رهبری یک جمع غفیری از مردم افغانستان و در یک مرحله از همه مردم افغانستان به حیث رئیس دولت اسلامی افغانستان با عهده داشتند و جایشان در میان مردم ما خالی است، مخصوصا برای برادر گرامی ما آقای صلاح الدین دبانی، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان. مادر بزرگوار ما، غمدیده ما، زوجه استاد شهید که جو حضور به هم رساندن و همه خانوادهشان تسلیت می‌کنم. تقریبا بزرگان را که شما در اینجا می‌بینین بیشترشان امریکا به استاد شهید بودن،
و بزرگانی که در جهاد و مقاومت سهم داشتن و رهبری جهاد و مقاومت داشتن و شمول خداوند مغفرت کنند مارشال صاحب مرحوم، همه از زیر قیادت استاد، همه ما که یک فردی در قطار و کاروان بسیار بزرگ بودیم، تحت قیادت استاد در مراحل مختلف در صحنه بودیم. و یک دو سه نکته را درباره جمعیت اسلامی افغانستان میخوام یادآوری کنم که واقعیتش ایست که با وجودی که به جبهات جمعیت اسلامی افغانستان که در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان بود آشنایی بسیار کامل داشتم، در جنوب غرب از ولایت قندهار تا به هرات آشنایی داشتم، اما عمق و وسعت و نفوذ اساسی این سازمان یا تنظیم جهادی را من در زمانی که به کمپاین ها آغاز کردم در سالهای قبل و کاندید شدم و افتخار حمایت استاد شهید داشتم و این را یادم نمیره، فراموش نمی کنم، یاد کردیم گاهی در گذشته ها که یک وقت ساعت 10 شب، 11 شب، 12 شب یک تلفون از سکرترشان می آمد و استاد شهید با آواز مبارکشان به ما توصیه می کردن که امی مردم هم امشب دیدیم، فردا اگر فرصت شد یک بار شما هم ببینین. و اون مردم که می آمدن اونمون مردمی بودن که یک کارتی از 40 سال قبل، 30 چند سال قبل در جیبشان بود و صاحب نواسه و فرزندان و اینها بودن و باز تعلق خود و تعهد خود به می راه نشان می دادن و تأکید و تکرار می کردن. و امروز هم که از آغاز مبارزات استاد شهید بیشتر از 50 سال می گذره، امروز می بینیم که سرسپرده های رهروای در راهش هر سال رونمایی از آثار و کتاب های استاد می شه که ای برای نسل جوان کشور خودش یک سرمایه بسیار بزرگ است. روش و رفتارش، عمل کردش در مقاطع دشوار تاریخ کشور ما و تمام اینها میتونه یک رهنمودی بر نسل امروز و فردای کشور باشه. اما در این حال استاد شهید هم شخصیتی بود که در جای اگر تصمیم اشتباه گرفته میشد بسیار با جرأت عزیزه داشت که به همه مردم بگوید که در این قسمت فکر ما، تصمیم ما اشتباه بود. به این معنا که مثل هر رهبر سیاسی دیگه کشور تمام فکرش مردم بود، خدا بود و مردم بود و آینده و سرنوشت مردم، اما می دانست که در این مسیری که می آییم کوتاهی های می شه، کمبود های ایجاد می شه و اما بالاخره در صداقتش نسبت به خدا و نسبت به مردم هیچ شکی نبود. اموز که امروز ما میبینیم که در سراسر کشور ما مردم افغانستان احترامش نسبت به استاد شهید روزافزون است. اما مرحله آخر زندگی استاد شهید که بازی تعهد رهروایش هم نشان میده، من روز دیگه هم یادآوری کردم وقتی استاد شهید تصمیم گرفت که ریاست شورای عالی صلح با عهده بگیرن، ما با مو فکر خود ما در او زمان داشتیم و در اپوزیشن ما بودم، فکر میکردم که شاید یک با این تصمیم ما مخالفت کردم، مخالفت علنی کردم. اما بزرگواری رو ببینیم که یک بار در زندگیش اینمی رو یاد نکرد که تو به ایسی یک فرزند ما، تو به ایسی یک جوان، تو به ایسی کسی که در پهلوی عامر صاحب شهید بودی باید می آمدی با ما بحث می کردی، اگر سوال داشتی قناعت می دادی ما را یا ما قناعت می دادم خودتا و خودت خیشتی در برابر می تصمیم ما چه گرفتی، موقف گرفتی. اگر ما بگویم که تصمیم ما درست بود به هیچ صورت نه، به هیچ صورت
ما هم در جریان تاریخ کشور ما که هر کس به یک امتحان مواجه میشه فراز و نشیب زیادی را دیدیم. امروز من فکر میکنم که او چقدر یک تصمیم بزرگ بود که استاد شهید گرفته بود. خداوند روحشان شاد داشته باشه، ارواح شهدای ما را شاد داشته باشه و بهشت برین برای همه شهدا استدعا میکنیم. امروز درباره مسائل سیاسی روز به استثنای مسئله صلح که منافع ملی کشور ماست و آرمان شهدا که ارزش بسیار بزرگ بر مردم افغانستان است، درباره سایر بخش‌های مسائل سیاسی تماس نمی‌گیریم. بر از او کار ما همیشه استیج داریم و کل وقت فارغ خود همه ما کمپاین می‌کنیم و حرفایی را که بدل داریم برای آگاهی مردم به موقعش برای مردم میگیم و حرفای ما و سربلند موضع میگیریم، با افتخار موضع میگیریم، اشتباه خود اشتباه میگیم و انشاءالله در این شرایط افغانستان اینطور کسی هم نمیبینیم که در برابر موضع برحق ما باز بیا استاد شده بتانه. با اون نسبت امروز متمرکز سر استاد شهید، شهدای ما و آرمان شهدا که تحقق صلح با عزت، تلپاتی با عزت صلح اصلی آرمان دموند شهیدان و پاق اقل خبری که او میخواستم درباره مرحله آخر، روزهای آخر زندگی استاد شهید صحبت بکنم. به کنفرانس عازم تهران بودند که او تقریب مذاهب اسلامی و وحدت اسلامی بود در بین شیعه و سنی و سال روز عامرصاحب شهید سپری شده بود. به وزیر دفاع او وقت آقای وردک یک توصیه داشت که من که میبینم مشکلات امنیتی و دفاعی روز به روز زیادتر میشه و یک مشکل کلان هم مدعی میبینم که با مجاهدین توجه نشده و از ظرفیت مجاهدین در تأمین امنیت استفاده نشده. خب باید دارم این البته در روز بعد از سال روز شهادت استاد عامرصاحب شهید که روز ملی تاجیکستان بود و در اوج شخصیت ها دعوت شده بودند با وزیر دفاع پیشین افغانستان امی توصیه و وصیت داشتم. خب بعدتر سفرشان شد و در جریان سفر برگشتن به منظور تداوی باید توقف میکردن چند روزه، اما وقتی که احوال آمد که پیام صلح رسیده استاد دیگه دنبال تداوی خود نگشت. میشه قضاوت وقتی که در قضاوت‌های سیاسی آدم قرار گرفت از بسیاری مسائل باز بعضی ها چشم پوشی میکنن. خب عامرصاحب شهید قربانی اولین عمله تروریستی انتحاری بود و توسط القاعده و تا امروز مردم افغانستان در برابر القاعده قربانی میتن در مبارزه در برابر القاعده که او امو عزم و اراده ما را در دفاع در برابر تروریسم نشان میده. یک نقطه. اما استاد شهید در موقعی که یک پیام رسید و او هم معلوم بسیار واضح نبود، اما به فکر از این که اینمیجا شاید یک فرصت برای رسیدن به صلح باشه استقبال کردن از او پیام و آمدن به کابل. عامرصاحب شهید در زمان دولت اسلامی افغانستان به میدان شهر رفت و تنها رفت و بدون بادیگارد در مجلس شرکت کرد با امیدی که اگر یک چانسی و فرصتی باشه برای صلح از او باید استفاده شود. اما اگر امیر ردیف شخصیت ها را مردم عامل جنگ بدانند فکر میکنم یک جفا است. این جفا به یک شخص و دو شخص نیست. اونا مصداق اونمو وعده الهی استن که اونا را شما مردگان تلقی نکنین بلکه اونها زنده هستند. و زنده فکرشان زنده است
راهشان زنده است، روششان زنده است. الله اکبر. باز گفتم که اطور یک مثال را استاد شهید گذاشتن از خود که هیچ کس او را انکار کرده نمیتانه. گفتم آثارش رهنمود پایدار و محصول یک عالم تجربه، صداقت بر خدا و بر مردم، سیاست، علم و رهبری خردمندانه او در اختیار نسل جوان ماست. اما همی تصمیمش که و تکلیفشان هم جدی بود. یک بار من متوجه شدم که یک وقتی به مرای زینای منزلشان کمی تیزتر حرکت کردن و بعد دم گرفتن. گفتم استاد شهید چیست؟ گفتن که یک کمی باید من احتیاط بکنم چون هم بطور یک تکلیف پیدا شده. خب مجاهدین کشور ما، مجاهدین این سرزمین، وقتی که مجاهدین میگم درباره کل افغانستان صحبت میکنم، از قندار تا هرات تا مناطق مرکزی تا بدخشان تا ننگرهار. هیچ وقت اتر فکر نکنین که به مو بغضی که یک تعداد دارن، به مو کینه که یک تعداد دارن، به مو عقده حقارتی که یک تعداد دارن، اینا میتونن و موفق میشن به این که نام جهاد و نام مقاومت و ارزش جهاد و مقاومت از کشور ما، در کشور ما صدمه بزنن. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. پس اگر ما درباره صلح صحبت میکنیم، ما اسوه و قاعده اسوه داشتیم، قاعد داشتیم که اونا ایرا را بر ما آسان ساخته. و اگر میگیم چوکی و قدرت ارزش این نداره که آدم مانع صلح شوه، اینمی نکته اصلی در اینمی در این بخش مزمر است. زیو زلبیا ده ننگرهار او ده زابل ده شهیدان و کورانی تا تسلیت مویم اگوی تا ده خدای تعالی نه صبر وانم او ده افغانستان خلقو اوست دقا نتیجه تا رسیده لیدی چی سول ده افغانستان لمره توب ده او اوست چی ده تلتاکن مخترازی ده جلا خبره ده خو سول ده افغانستان لمره توب ده او بده ای که طول افغانان سرگت یو واحد تصمیم نیوله ده او یو واحد موقف لری. او زه افتخار خواهم پا دست حال که چه ده جهاد او ده مقاومت پا جهاد او پا مقاومت که ده گدون افتخار لرم ده سول پا اکل هم نیوازی زه بلکه ده مشران چه تاسو گوری دلته او مشتردی یا واحد موقف لرو او اغا ده خدای بخاطر او ده افغانستان ده زوریدلی خلق ده جغورنی بخاطر. از اشتراک همه شما تشکر میکنم. دیروز ما در فاریاب بودیم و روز قبلش در ولایت جوزجان. معاون صاحب اول ریاست جمهوری استر جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان، تسلیت خدا، پیام خدا، همدردی خدا خدمت خانواده استاد شهید، ملت افغانستان و رهبران بزرگوار تقدیم کردن، چون از من خواسته بودند که می پیام انتقال بتم. سلام و پیام از اونا رو خدمتتان میرسانم. همی دیروز وقتی که ما میامدیم و طرف میدان هوایی جنازه یک شهیدی را که بازم در دفاع از مردم جان خود از دست داده بود دم روی ما انتقال دادن. و این قصه است که هر روز در این کشور تکرار میشه. درباره مسائل روز چون وعده کردیم که بسیار زیاد سایر مسائل روز صحبت نمی کنیم، اما کسی که در برابر منافع ملی کشور
قد علم میکنه و به خاطر چوکی استاد میشه، او صلاحیت رهبری این ملت قربانی داده و شهید داده را نداره. کسی که در برابر صلح و صلح با عزت و قابل قبول و پایدار بر مردم افغانستان صدای دیوانگی خود بلند میکنه، صلاحیت رهبری این کشور را نداره. وارثان اصلی سرزمین اونمو کسایی هستند که تعلقشان به خدا و به این سرزمین معلوم است و روشن است و زیر سوال نیست. خداوند شما را به خیر و سلامت داشته باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.